مجمع آسیایی برای حقوق بشر و توسعه میگوید شیعیان هزاری افغانستان به عنوان گروه مذهبی در خطر جدی نسل کشی آهسته قرار دارند. این نهاد حقوق بشری در تازه ترین بیانیه‌اش گفته که چنین خطری از سوی گروه های چون داعش و طالبان متوجه شیعیان هزاره در افغانستان است. این نهاد خواستار اقدامات فوری و هماهنگ بین المللی برای حفاظت از شیعیان هزاره در افغانستان شده است. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. شیعیان هزاره افغانستان، گروه جمعیتی که بیش از 100 سال است هر از چندگاهی از سوی گروه‌های افراطی سنی و حتی حاکمان این کشور تحت عناوین مختلف مورد ظلم و ستم و نسل کشی قرار گرفتند. تا کنون ده‌ها نهاد حقوق بشری بین المللی از نسل کشی شیعیان هزاره افغانستان سخن گفته و خواهان به رسمیت شناختن و جلوگیری از آن شدند. در تازه ترین مورد، مجمع آسیایی برای حقوق بشر و توسعه در بیانیه ای گفته که جامعه شیعیان هزاره افغانستان با تبعیض سیستماتیک، حملات هدفمند و نسل کشی آهسته قرار دارند. این مجمع افسوده که گروه طالبان آزادی مذهبی و عقیده شیعیان و هزاره ها را ممنوع کرده است. این نهاد با اشاره به محدودیت‌های طالبان بر عزاداری دهه محرم در افغانستان و برخورد خشونت‌آمیز نیروهای این گروه با عزاداران و شیعیان در این کشور نوشته است که طالبان به سمت عزاداران یورش بردند و با آتش گشودن بر آنان شماری از آنان را کشتند و شماری را زخمی کردند. مجمع آسیایی برای حقوق بشر و توسعه محدودیت‌های طالبان بر عزاداری دهه محرم و یورش نیروهای این گروه بر شیعیان هزاره را به معنی سرکوب شیعیان دانسته و گفتند که شیعیان از آن متاثر شدند. این نهاد گفته که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی تا کنون 700 غیر نظامی از شیعیان هزاره کشته و یا زخمی شدند. بر اساس بیانیه مجمع آسیایی برای حقوق بشر، این افراد در 13 حمله هدفمند گروه تندروی سنی داعش کشته و یا زخمی شدند. در بیانیه این نهاد آمده است که طالبان تمامی سازوکارهای قانونی برای حمایت از حقوق بشر و حاکمیت قانون را لغو کرده است و قوانین و مقررات و رویدادهای ملی اختصاص داده به شیعیان هزاره را حذف کرده اند و جامعه هزاره را در خطر بیشتر آزار و اذیت قرار داده اند. حذف قانون احوال شخصی شیعیان، ممنوعیت تدریس فقه جعفری در دانشگاه‌های افغانستان، حذف تعطیلی رسمی روز عاشورا از تقویم ملی افغانستان و محدودیت بر عزاداری دهه محرم را از جمله موارد سرکوب حقوق شیعیان در زیر سلطه طالبان دانسته است. این نهاد گفته که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان تا ماه جولای 2022 میلادی 25,000 نفر از شیعیان هزاره افغانستان توسط طالبان به صورت اجباری از سرزمین‌های اجدادیشان آواره شدند. بر اساس بیانیه این نهاد، شیعیان هزاره همچنین به دلیل مداخله طالبان از کمک‌های بشردوستانه جامعه بین‌المللی محروم شدند. بیانیه مجمع آسیایی حقوق بشر در حالی است که پیش از این هم نهادهای مختلف حقوق بشری از سرکوب تاریخی شیعیان هزاره در افغانستان ابراز نگرانی کردند و خواستار جلوگیری از نسل کشی هزاره ها در این کشور شدند. حملات گسترده تروریستی در 20 سال گذشته، به ویژه در 2 سالی که گروه طالبان حاکم شده اند، باعث شده است که پارلمان‌های کشورهای مختلف در مورد نسل کشی هزاره‌ها در افغانستان بحث کنند و تلاش برای به رسمیت شناسایی آنان افزایش یابد. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین ایتالیا با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. سلام، روز شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان گرامی شما. اطلاعات شما از وضعیت شیعیان هزاره در افغانستان چگونه است و چرا همواره شیعیان مورد ظلم قرار میگیرند؟ عرضم به حضور شما که از سال 1880 میلادی به این طرف اداره حکومت عبدالرحمن خان
مردم هزاره که اغلب شیعه هستن مورد ظلم و تعدی قرار گرفتن از کوچ اجباری و اخراج از سرزمین های اجدادی تا قتل عام گسترده به اندازه‌ای که در اسناد معتبر ذکر شده که بیش از 60% مردم هزاره فقط در ظرف 5 سال یعنی 1885 تا 1890 قتل عام شدن و این روند از دهه 80 1880 تا الان تقریبا ادامه داره. بله جناب دکتر، آیا این جنایات که علیه شیعیان هزاره در افغانستان صورت میگیرد مصداق نسل کشی است؟ بله، ما چون کنوانسیون مربوط به مبارزه با نسل کشی بعداً ایجاد شد و دولت‌ها به اون پیوستن، در دهه 1800 همچون کنوانسیونی نبود. در سال 1960 به این طرف کنوانسیون مبارزه با جنایت علیه بشریت ایجاد شد که نسل کشی هم در اون قالب قرار می گرفت، ولی فعلا نسل کشی به عنوان یکی از مصداق‌های بارز و شدید جنایت علیه بشریت به صورت جداگانه بررسی می شد و مطابق این کنوانسیون اگر قصد از بین بردن تمام یا بخشی از یک قوم یا نژاد یا فرهنگ وجود داشته باشه می تونه مصداقی از نسل کشی باشه که در افغانستان نسبت به مردم هزاره چنین است. یعنی از سال 1880 به قصد از بین بردن مردم هزاره که اغلب شیعه هستند این اقدامات صورت گرفته و تا هنوز ادامه داره. شما حتی در دوره جمهوریت هم شاهد بودید و اخبارها را می‌دیدید که هم سیستم دولتی به نحوی پیش می‌رفت که این مردم تحت فشار باشند و از آماج حملات گروه‌های تروریستی از جمله طالبان در امان نبودند و حتی در بسیاری از موارد ملاحظه می‌شد که نهادهای امنیتی با گروه‌های افراطی تندرو در ارتباط بودند و بسیاری از عملیات را حتی هدایت و طراحی کرده بودند و همه اینها به این معنی است که یک کشتار هدفمند و سیستماتیک اتفاق می‌افته و به صورت حذف تدریجی هستند. شما می‌بینید که قوانینی که مرتبط با شیعیان بوده حذف شده، از قانون اساسی دیگه رسمیت ندارند، قوانین مرتبط با احوال شخصی کلن حذف شده، اعتبار نداره، زبان فارسی رو حذف کردن، از سیستم اداری حذف کردن، توی سیستم آکادمیک و تحصیلی دیگه وجود نداره. همه اینا مصداقی است در راستای حذف بخشی از جامعه افغانستان. برای بینندگان ما بفرمایید که خواست شما از جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر برای جلوگیری از این فجایع چی میتونه باشه؟ برای جلوگیری از فجایع است که کنوانسیون مبارزه با نسل کشی ایجاد شده و از جمله خود افغانستان هم عضویت این کنوانسیون را داره و خواست اصلی این هست که این نسل کشی ها باید توسط مراجع رسمی بین المللی همینطور ملی به رسمیت شناخته شوند تا این رسمیت شناختن گامی باشه در راستای توقف نسل کشی، به دلیل اینکه اگر این نسل کشی متوقف نشد همونطور که در اخبارها بعد از به قدرت رسیدن مجدد طالبان شاهد هستیم نسل کشی متوقف به مردم هزاره نمونده و حتی دامنه اون سراغ اقوام دیگه مثل اقوام تاجیک و ازبک هم سرایت کرده و یا اقوامی که حتی مرتبط با اقوام پشتون هستم امروز نسل کشی متوجه اونا هست مثل اقوام نورستانی. بنابراین خاصیت این هست که باید این نسل کشی ها توسط دادگاه بین المللی داهر یا هر مرجع اختصاصی به رسمیت شناخته بشه و این رسمیت شناختن گامی باشه برای توقف نسل‌کشی. ممنونم از شما دکتر عبدالواحد افضلی از ایتالیا با ما همراه بودند.